به نام خداوند و با عرض سلام به برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای نجیب وردک رئیس روند خط سه در استودیو با ما هستند تا در مورد ادامه گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان در قطر بحث و گفتگو داشته باشیم. رئیس جمهور غنی در این نشست به رهبری حکومت افغانستان بر پروسه صلح و پیشبرد این گفتگوها تاکید کرده است. آقای وردک خیلی خوش آمدین با بحث امروز برنامه آغاز روز. سلام، صبح شما بخیر. بله، در نخست میخوایم بپرسم که نظر شما در مورد نشست استانبول یا قلب آسیا که برگزار شده به خاطر پیشبرد گفتگوهای صلح چه است؟ تشکر. در رابطه به نشست که دایر شده و ما نتایجی که از این نشست خواهیم گرفت، نشست خوبی است و این نشست میتونه که یکی از تاثیرات مثبت بر پروسه صلح و به خصوص بر خود پالیسی که به خاطر بخصوص آتش بس بین طالبا و حکومت افغانستان صورت بگیره، ما میتونیم که این نشست به چشم دیدگاه مثبت ببینیم و هم میتونه که این نشست تاثیرات مثبت و بخصوص تاثیرات خوب داشته باشه، چون رول بیشتر کشورهای همسایه و همچنان آسیای میانه و بخصوص کشورهای ترکیه و تاجیکستان و ازبکستان میتونه تاثیرگذار خیلی مفید در پروسه و بخصوص در آتش بست و پروسه صلح یاد داشته باشه. بله، همزمان با این گفتگوهای در قطر هم میان طالبان و امریکا رخ داده که دو روز هست که ادامه داره، فکر میکنید که این چقدر میتونه بر پیشبرد گفتگوهای صلح سودمند واقع شود؟ خب، ما نشستای نو نشست و به خصوص پروسه‌ای که بالاخره به تعویق افتاد، ما نتایج از پروسه رو داشتیم، اما دیدگاه مردم و به خصوص غرب و کشورهای آسیایی در رابطه با صلح این بار جدی‌تر است، به خاطر از اینکه کشورهای غربی و به خصوص کشورهایی که امروز دخیل پروسه صلح هستند بیشتر منافع خود خطر می‌بینه و به خاطر از اینکه بتانن پروسه صلح افغانستان را یک پروسه که بتانن نتیجه خوب و بخصوص بر سیاست خارجی کشورهایی که امروز دخیل جنگ در افغانستان است، بخصوص امریکا، شما شاهد هستین که چند ماه بعد انتخابات و بخصوص کمپاین‌های انتخابات ریاست جمهوری امریکا آغاز میشه، وعده هایی که رئیس جمهور ترامپ به خود امریکایی‌ها دادن در زمانی که کاندید ریاست جمهوری بود، که یکی از گفتنی‌های خیلی اساسیشی بود که بر جنگ افغانستان خاتمه می‌دهد. همچنان آمدن آقای ترامپ به افغانستان و نشست او به بگرام در رابطه با موضوع طالبان و تاکید بیشتر بر پروسه صلح ای را واضح می‌سازد که این بار امریکا تلاش از این را دارن که بتانن بر آینده و منافع کشورهای خودشان بتانن در افغانستان صلح را بالاخره. بله، حالا در اینجا آقای وردک چقدر منافع دیگه کشورها میتونه که به منافع افغانستان هم تمام شود؟ من مطمئن هستم که چی اروپاست، چی امریکاست و چی کشورهای همسایه که امروز چهار طرف افغانستان قرار داره، هر کدامشان در این جنگ، اگر در افغانستان جنگ است خودشان هم در این جنگ خود ساختن، اگر در افغانستان صلح بیارن به این باید ما باورمندی داشته باشیم که منافع هر کشور در صلح افغانستان است. ما میبینیم که امروز کشورهای ابرقدرت بخصوص مشکلات که با کشورهای ابرقدرت‌های دیگه داره و افغانستان هم به شکل از میدان جنگ و خاک جنگ استفاده میکنه به خاطر منافعشان، اما افغانستان یک نقطه استراتژیک است و افغانستان میتونن که نقطه وصل تجارت هم باشه و همچنان میتونن که از افغانستان بیشترین خطرات متوجه منافع کشورهای خودشان باشه. پس به این منظور که ما
افغانستان و مردم افغانستان باید از پروسه صلح و به خصوص بر کامیاب شدن صلح باید بیشتر کار بکنه تا خود ما بتانیم از غرب و کشورهایی که امروز بر افغانستان هستن و کار میکنن بر پروسه صلح ما از استفاده درست بکنیم. بله، حالا با این همه تلاش ها اما طالبان آمدن آتش بس با امریکا را قبول کردن. فکر میکنین در حال حاضر جنگ با امریکا است و چنانچه گفته میشه که جنگ بالای ما تحمیل شده این گونه است؟ ما اگر از یک نقطه ببینیم، خب امریکا و بخصوص طالبان تا امروز هم حکومت افغانستان را دست نشانده امریکا میدانند. در حالی که هم طالبا در افغانستان جنگ داشتن قبل از این که امریکا بیاد در افغانستان، زمانی که امریکایی‌ها نبود بر افغانستان، خب چرا جنگ وجود داشت؟ 18 ساله که به نام حکومت افغانستان و به دیدگاه ازی که حکومت افغانستان دست نشانده غربی ها هستن و جنگ ما با نیروهای غربی و به خصوص با نیروهای امریکایی داریم، پس چرا در این جنگ بیشترین تلفات بر خود نظام کشور و به خصوص بر اطفال و زنان و از این کشور وارد میشه؟ شما شاهد هستین که ما بیشترین تلفات داریم. امروز از نیروهای غربی هیچ کدامشان در اینجا کشته نمیشه. همروزه اگر حملات تروریستی هستن، اگر حملات هر نوع حملات اگر امروز میشه بالای خاک از افغانستان میشه، بالای حکومت افغانستان میشه و همچنان با مردم افغانستان میشه. گپ اساسی ایجاست که اگر طالبان جنگ با امریکا را دارن، باید خط سرخ خود واضح‌تر بسازد بر امریکایا که ما خواستار چی نوع امتیازات هستیم و امریکا چی نوع خواسته ها از خود طالبان را داره، تا بتانن حکومت افغانستان در دیدگاه مثبت و به خصوص در یک مکانیزم مثبت ما بتانیم در پروسه صلح بالاخره مردم افغانستان دیدگاهش واضح شود. نقش ما به حیث یک کشور، نقش ما به حیث یک حکومت و به خصوص جنگی که امروز این جنگ مرا می سوزانه و منافعش کشورهای دیگی میبره، بالاخره مردم بفهمه که آیا افغانستان و مردم افغانستان در پروسه صلح میتونه همکاری داشته باشه یا خیر. ما چند مثال میخوایم بگویم. اگر امروز جنگ با ابرقدرت های دنیاست و ما افغانا در این جنگ همیشه قربانی میتیم، تا چی زمانی این قربانی خود ما شما دادیم؟ دوم، اگر امروز حکومت افغانستان همیشه خواستار ازی بوده که باید مجالس و بخصوص پروسه صلح بین افغانستان و طالبان هم باید در این نشست ها حضور داشته باشه، اما همیشه تاکیدشانی بوده که ما افغان ها را نمیخوایم. پس شما صلح با طالبان، شما صلح با امریکا میخواین یا صلح با افغانستان میخواین؟ آیا به خاک امریکا شما صلح میکنین یا به خاک افغانستان شما صلح میکنین؟ از طرف دیگه باید امریکا و کشورهای ابرقدرتی که امروز در جنگ افغانستان تشبث باشه، با کاهش خشونت در افغانستان باشه و اساسی ترین حرفشان و خواستشان از طالبا ای باشد که باید حکومت افغانستان دخیل پروسه صلح باشه تا بتانیم بالاخره یک نتیجه مثبت ما به دست بیاریم. اگر امریکا و کشورهایی که امروز در پروسه صلح کار میکنن، اگر دستاوردهای 18 ساله حکومت را نادیده بگیرند، اگر خواسته های زنان افغان را نادیده بگیرند، اگر خواسته های این جامعه را نادیده بگیرند، پس این صلح با افغانستان نیست، یک صلح دائمی نیست، این صلح صرف به خاطر منافع کشورهای غرب در افغانستان و همچنان امریکا، چون امریکا یک بار دیگر بر انتخابات میره، مجبور مکلف است ترامپ و ادارهشان تا به شکل یک عنوان بر مردم خود ثابت بسازه که وعده هایی که ما به خاطر صلح افغانستان کرده بودم، وعده هایی که ما به خاطر بیرون رفت نیروهای امنیتی در افغانستان کرده بودم، ما بالاخره به او سمت رسیدم و این وعده خود تکمیل کردم. بناهن حضور و نقش اساسی حکومت افغانستان در این خیلی مهم است و همچنان احزاب سیاسی افغانستان مهم است که باید احزاب سیاسی افغانستان در این بخش باید کار بکنن. اما ما شاکی از احزاب سیاسی به خاطر ازی هستیم،
با وجود از اینکه خلیلزاد چندین نشست ها را با احزاب سیاسی در کابل داشتند، یک بار دیگر حرف های از وارش شنیدند و بالاخره شریک می سازند با خود نشست های صلح. اما سوال ایج است که کدام حزب سیاسی که امروز ما سه حزب به چشم حزبای قدرتمند میبینیم در افغانستان، که حزب اسلامی است، حزب جمعیت است و حزب جنبش است، هیچگاه در پروسه صلح و در مسائل ملی کشور نقش اساسی را نداشته، بجز از اینکه منافع خود همیشه تمرکز بیشترشان منافع شخصی بوده و هیچگاه من ندیدم که یکی از احزاب سیاسی بالاخره یک کنفرانس مطبوعاتی در رابطه با نشست های صلح در افغانستان، در رابطه با موضوعات ملی کشور یا جایگاه خود را و خط سرخ خود را معلوم کرده باشد. بله، حالا آقای وردک، یعنی این حرف ها به این معنی است که اگر طالبان بخواهد با آمریکا آتش بس داشته باشه، بعد از این نیروهای آمریکایی در افغانستان نخواهد بود و طالبان همان گونه جنگشان را با نیروهای امنیتی افغان در افغانستان ادامه خواهند داد؟ من فکر نکنم، به خاطر از اینکه آمریکایی‌ها هم به این نقطه کار میکنه و من فکر میکنم که هیچگاه چنین نخواهد شد که صرف به خاطر بیرون رفت امریکایا بالاخره تاکید بیشتر طالبا بایی باشد. اصلا تاکید طالبا بر ایست که ما آتش بس اعلان میکنیم ولی نیروهای امنیتی خود امریکا باید از خاک افغانستان بیرون شود. ولی در این توافقنامه ای که میشه من مطمئن هستم که فعلا فشارها و بخصوص تاکید بیشتر امریکا بالای ازی است که تا بتانن حکومت افغانستان هم شامل ازی نشست ها باشه، شامل ای پروسه باشه. پس در قدم اول دستاوردهای حکومت افغانستان مهم خواهد بود، در قدم دوم با چی شرط و شرایط و با کدام میکانیزم و قرارداد امریکایا از خاک افغانستان بیرون خواهد شد. بله، آیا چرا حکومت افغانستان نمیخواد همی نام که دست نشانده امریکا است یا حکومت امریکا است دورتر بسازه؟ برای اینکه کارهای انجام میده که خیلی از آگاهان بر این باور هستند که بر اثر فشارهای امریکا انجام میده، مانند تبادله زندانیان یا بعضی موارد دیگر. خب از یک نقطه اگر ما ببینیم، ما تا به حال یک کشوری هستیم که با فقر مبارزه میکنیم، ما یک کشوری هستیم که نمیتونیم حداقل معاشات نیروهای امنیتی و اردوی خود را از بودجه ملی کشور خود تقویت نماییم. ما امروز هم بیشتر از در حدود 60% و یا کمتر و بیشتر بودجه نظامی و بودجه انکشافی ما از طرف کمک‌های کشورهای غرب در افغانستان حمایت میشه. ما با وجود از اینکه ما همیشه ای سخن را به زبان خود داریم که ما یک کشور مستقل هستیم، ما یک کشور هستیم که استقلالیت از خود داریم، ولی ما استقلالیت اقتصادی خود نداریم، استقلالیت سیاسی خود نداریم و استقلالیت امنیتی خود نداریم. این مشکلات باعث ازی شده که طالبان همیشه در هر نوع مجالسشان افغانستان را به گونه ازی که ما دست نشانده امریکا هستیم یادآور شده، ولی مهم است که ما چگونه میتونیم از بودجه و دستاوردهایی که امروز ما به خصوص در 18 سال به دست آوردیم و از پروسه فعلی صلح یک دستاورد مثبت به خود داشته باشیم، چطور میتونیم بالاخره این نام از خود دور بکنیم و ما بتانیم بر آینده از این کشور ما بتانیم که بگویم که ما یک کشور مستقل هستیم و ما یک کشور هستیم که حداقل در حدود 80% بودجه ما از مالیات و از بودجه کشور خود ما تمویل میشه. در اون صورت ما میتانیم، ما میبینیم که امروز بیشترین چالش ها و به خصوص کشورهای همسایه در نابودی کشور ما، بخصوص در فقر و بیکاری کشور ما بسیار نقش بزرگتر داشتن و بخصوص در جنگ. ما اگر همیشه در افغانستان جنگ باشه، شما ببینید که هیچگاه ما پالیسی های
پالیسی های عبور آب به کشورهای همسایه که امروز میریزه نمیتونیم بالاخره از اون نفع بگیریم و ما نمیتونیم که بالاخره در کشور خود امنیت داشته باشیم. اما ما میتونیم تا به خاطر تغییر پالیسی جنگ در افغانستان و روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهایی که امروز ما قربانی بیشتر هستیم، اگر ما صفحه جنگ با پاکستان همیشه صفحه جنگ داشته باشیم، با ایران صفحه جنگ داشته باشیم، ما در این جنگ میسوزیم و بالاخره مردم افغانستان در این جنگ نابود میشه. اما اگر پالیسی خود غربی ها و بخصوص کشورهای همسایه به این باشه که ما را نقطه جنگ انتخاب بکنه، به این متوجه باشن که روز امی جنگ انتقال به خانه های خودشان خواهد شد. بله، حالا در اینجا حکومت افغانستان چقدر تلاش میکنه برای اینکه بخواد که صلح به نفع خودش تمام بکنه و در نخواست آتش بس یا همه مواردش به حکومت افغانستان تمام شود؟ حکومت افغانستان همیشه در یارسه تلاش کرده، همیشه خواستشانی بوده که ما باید شامل مذاکرات صلح باشیم. به همین منظور ما میبینیم که امروز تمام جوانان افغانستان، تمام نهادهای اجتماعی در افغانستان و سیاسی افغانستان در تلاش از ایستند که چطور میتونن بالاخره مردم افغانستان را به خاطر آینده از این کشور و به خاطر اتفاق اتحاد از این کشور بتانن که ما یک دستاورد خوبی داشته باشیم. همیشه در یرسه کار کرده، کنفرانس های داشته و ما بخصوص حکومت افغانستان یکانه تلاشش است که تا بتانه با حفظ دستاوردهای 18 ساله خود و قانون اساسی و موضوعات دیگه که ما فعلا داریم، هم با حفظ زی و هم بتانیم بر خاتمه جنگ در افغانستان یا تلاش بکنن و کار بکنن. پس به این منظور است که ما خواستار صلح هستیم، حکومت افغانستان خواستار صلح هست. باید طالبا و امریکا جدیتر این موضوع را درک بکنه و جدیتر این مسئله را باید آغاز بکنه به حکومت افغانستان تا بتانیم از نشست های صلح در کشورهای دیگری که امروز دایر میشه بتانن بالاخره یک نتیجه مثبت بگیریم. اگر طالبان به این فکر هستند که بالاخره ما بر جنگ ادامه میتیم، خب ما باید بفهمند که جنگ تا چی زمان خود بودند، تا چی زمان یا سپورت مالی از کشورهای همسایه و کشورهایی که امروز در نابودی کشور دست دارند تا چی زمان استفاده خواهد شد. همیشه برادرکشی خواهد بود، همیشه یک افغان افغان دیگه خود خواهد کشتن و کشورهای بیرونی هم از این نفع خود خواهد بردن. دوم گپ اساسی ایج است که بخصوص مردم افغانستان و حکومت افغانستان باید بر نقطه استراتژیک صلح باید فکر بکنند. ما دیگر نمیتونیم که با جرگه هایی که ما در سابق یکی از با همیشه چنین موضوعات را با جرگه ها حل می کردیم، اما امروز جنگ پیشرفته است، جنگ بخصوص سیاست های خارجی در قبال حکومت افغانستان به گونه دیگری هستند و همیشه منافع شخصی خود در افغانستان می بینه و جنگ با کشورهای ابرقدرت است. ما در این جنگ می سوزیم، ولی ما باید بتانیم که چطور می تانیم از پالیسی جدید و از تکنولوژی پیشرفته صلح در افغانستان و نقطه ازی که ما بتانیم در این جنگ دستاورد بر خود داشته باشیم، در او کار کرده باشیم و دستاورد خوب از او باید گرفته شود.